داوران وطن آباد ول غواړي پخپل مټو جوړول غواړي دا نفرتونو چرني ختم چشي دا محبت تو خم کرل غواړي اوس مو ګټلې نظامي جګړه دا اقتصادي جګړه ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوان د حج فریضې د مناسکو تر ادا کولو وروسته خپل پلارني ټاټوبي د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ ته سفر وکړ. نوموړي هلته د هغه ولایت له مسؤلینو، مجاهدینو او عامو خلکو سره وکتل. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوان د روزګان ولایتي مسؤلینو ته د کارونو د ښه ترسراوي په اړه لازمې سپارښتنې وکړې او له دوی څخه یې وغوښتل چې خپلې دندې په صداقت او رښتینولۍ سره ترسره کړي. آسیای مرکزی و جنوبی با تمدید شبکه راه آهن جدید از طریق افغانستان با هم وصل می شوند. امارت اسلامی افغانستان متحد به عملی ساختن پروژه تمدید شبکه راه آهن جدید از قزاقستان با آسیای جنوبی از طریق ترکمنستان و افغانستان است و در این زمینه با کشورهای زیردخت آماده همکاری می باشد. به تاریخ 5 ثور 1403 خورشیدی محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با محترم سریک ژومانگارین معاون نخست وزیر قزاقستان و هیئت همراهشان دیدار نمود. در این دیدار در مورد تقویت روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان، تمدید شبکه راه آهن جدید از قزاقستان با آسیای جنوبی از طریق ترکمنستان و افغانستان، آغاز زود هنگام پروژه های بزرگ اقتصادی و همکاری های مشترک، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. محترم ملا عبدالغنی برادر آخون از جانب قزاق خواست تا به زودترین فرصت کار مقدماتی شبکه راه آهن جدید با آسیای جنوبی از طریق ترکمنستان و افغانستان را آغاز نماید، زیرا با عملی شدن این پروژه قزاقستان از طریق ترکمنستان و افغانستان با آسیای جنوبی و افغانستان علاوه بر آسیای میانه به روسیه، چین و بازارهای اروپایی وصل می شود. با اجرای این پروژه اموال تجارتی با هزینه کم و در مدت زمان کوتاه به محل مورد نظر ارسال می شود. به همین ترتیب با تطبیق پروژه راه آهن از طریق افغانستان علاوه بر اتصال آسیای جنوبی و مرکزی، کوتاه‌ترین دهلیز ترانزیتی میان چین و اروپا ایجاد خواهد شد و در انتقال مواد مدنی به افغانستان نیز پیشرفت به وجود خواهد آمد. این پروژه برای ده‌ها هزار نفر فرصت‌های کاری فراهم می‌کند و همچنان تسهیلات زیاد در زمینه تجارت و ترانسپورت ایجاد می‌شود.
یار په نوې کې پیکینګ کړاله پیکینګ مون نوې کړې دی خو نو شی مون نه دی راوړ بل یو اوس په دې یو کال چې تیر اسو مونږ تاسو ستاسو مشر ورور سره مې مرکه درلودل ستاسو مسؤلیت څومره لور شوې دي څومره تاسو تولیدات ډیر شوې دي کې لک شوې دي څنګه د نمشګاو ډیر شنه تجارت مشترک کړی دی هغه دا چې موږ نوم ډیر لور شو دغه سیاحت و زنګ و صابونونه چې ډیر پر مخ لاړه او دا ورځ تر بلې زموږ ته مخ ته ځي تر هر نو مشګا چې موږ ګډون کو تر تیر نو مشګا هغه بل نوې نو مشګا موږ ته پر شر راځي بلې و مخ مخ چې مرکه وکړو یو
زمان خور را غیر ستاسو در صابون واخسته. واقعا بیننده های عزیز، واقعا این صابون از یا بسیار نیچرال و طبیعی است که همواره ما همکار ما در خانه و استفاده کردیم. در اطوای چه منیر جانا چه پدی که چه کاروی تاسو چه دمره مثلا با کیفیت صابون دید؟ پدی که موش اول خدا چول شنج موش پدی کارو طبیعی دی، پدی که سیادانه ده، خپل انار چه، زیتون گوڑی چه او گلاب پرس گوڑی چه چی پدی که موش کارو او دا یو صابون تقریبا پیوه برس که جوڑی شه او دا چه کارمندان چول زنانه دی پرغنداو که پکندار که جوړیږي. نو تقریبا یوازې یو نیم سل زنانه کارمندان لرو یوازې دا صابون موږ ته جوړیږي. د دې کارمندان هم زنانه دي؟ د دې کارمندان ټول زنانه دي او نارینه یې نسي کولی، ځکه دا د دې دانارو اوبه کېدل دي، دانې سه بیا دا دانه اوبه کېدل دي. په دې کې ډېر داسې شیان ځي چې مردانه په هغه باندې سر نه خلاصیږي. او د دې فرمولا چې مثلا چا جوړه کړې ده هغه هم یو زنانه وه، کندار د کندار یو زنانه. بله، و که صابون یا نور محصولات تاسو تولید کوي په کندار کې نور ولایتونو کې تاسو نمائندګیان شای لري؟ بله، و په نور ولایتو کې موږ نمائندګی لرو، هرات، هلمند، کندار، خو خپل مرکزی شرکت چې دی وری د کابل دی، پریاب دی، مزار دی، دغسې په څو ولایتو کې نور هم شته چې نمائندګیان خلک هم اوس راځي. اوس هم زیاتره خلک راځي، نمائندګیان یې غواړي. نو خو روان دي، کار مخ ته روان دي. ستاسو مسؤلیت بهر هېوادونو هم کې تاسو صادروي که نه؟ بله، و زموږ مسؤلیت چې زینک تاجکستان ته روانه ده، او بله، و تاجکستان او ایران ته روانه ده، پاکستان هم چلن پاکستان ته، او صابون چې دی تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، جرمنی، کاناډا ته در طول شپر او ولایت تو تروان دی. بله، و په اخر هم که داره تو وای چه حکومت تاسو سره څومره همکار دی، تاسو سره څومره مرسته کوي تر څو تاسو وکولی شي نور هم پرمختګ وکړي، نور هم ښه مسئولیت تولید کړي؟ موږ خو ډېر مسئولیت ډېر تولیدو، خو مسئولیت مو ډېر ښه کیفیت هم لري، خو مشکل په افغانانو کې دی. افغان افغان نه خوښوي. ولې؟ بی کیفیته دی. مخت رنگ ته ګوري وای خوند ته نه ګوري، دا هغه خبره ده. نو موږ هر څونه شان تولید کو یا خارج ته واستو، خارج به موږ نه خوشاله کیږو، څونه چې موږ په افغانستان خوشاله کیږو چې دلته په افغانستان کې خرڅ. بله، و ډیره مننه. په اخر کې څه پیغام لري ولست؟ څه پیغام لري؟ څه داد ورکوي د کیفیت او ستاسو د مسؤلیت په برکت؟ ولست خو دغه پیغام لرمه چې باید افغانی شي، باید خوښ کی، که هر څونه ضعیف وي باید افغانستان افغان باید په پښو ودروي، خارجی نه. او بل خپل په مسئولیتو کې دا خبره لرمه چې موږ هر څونه کولی شو خپل کیفیت وغونو لوړو. ډیره مننه. همچنان ستاسو هم ډیره زیاته مننه. ښه راغلاست. بیننده های عزیز، شما هم دیدین جناب منیر جان که اینها مسئول همی شرکت ظلمج صحت بریالای که اینها شرکت از اینها یا کارخانه از اینها در ولایت کندهار است. و خوبی که صابون طبیعی که ها جور میکنن، اینها را تمامش خانم ها پروسس میکنن، جور میکنن، و این بسیار بسا جای افتخار است که خانم ها همچو صابون های با کیفیت در کشور عزیز ما تولید میکنن تا باشد که دیگر خانم ها از این استفاده بکنن. و همچنان تمام محصولاتی که در اینجا میبینیم، میبینیم ما شما تمامش محصولات افغانی ما شماست که افغان های ما اینها رو تولید میکنن و کیفیت بسیار خوب داره. با ما شما هم لازم است که همواره کوشش بکنیم از تولیدات وطن خود استفاده بکنیم تا ای برادران ما که در کشور خود سرمایه گذاری کردن اینها بیشتر از این تشویق شون و همچنان از این بیشتر کوشش بکنن تا باشد که ما برویم به طرف خودکفایی. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.